درود بر شما عزیزان و یاران همراه. به یادی خدا 25 جلسه از سلسله برنامه‌های آموزشی رو شروع می‌کنیم با بررسی آواز دشتی. جهت اطلاع دوستانی که تازه به جمع اضافه شدن، عرض می‌کنم که ما در 10 جلسه اول بررسی 10 تا تکنیک کاربردی رو داشتیم، سپس به بررسی آواز اوانتا و گوشه‌های اون پرداختیم و در این جلسه که جلسه 25 هست آواز دشتی رو شروع می‌کنیم. دشتی رو یکی از آوازهای غم‌انگیز موسیقی ایران می‌شناسند. دور از واقعیت نیست، ولی واقعیت اینه که تمام آوازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی تمام حالت‌ها رو در خودشون نهفته دارن. یعنی اون حس حال رمانتیک و عاشقانه، اون حس حال حماسی و میهنی و یا غم و اندوه در همه‌شون وجود داره. اما واقعیت اینه که هر دستگاه و یا آوازی رو با یک حس خاصی می‌شناسن، چرا که در یک حس خاصی در یک دستگاه یا آواز برجسته‌تره. دشتی رو با حس غم میشناسن، به این دلیل که غم‌آلودتره و بیان احساسات غم‌انگیز، بیان حالتهای غمبار در آواز دشتی به اصطلاح راحت‌تره، چرا که فواصل دشتی این گونه چیده شده که بتونن اون حال و هوای غم رو بهتر بیان بکنن. استاد فرهاد فقادی دشتی رو فرزند خلف دستگاه شروع میگرد و اصلا میگم که دشتی تنها آوازی است که خیلی رد و پای شور رو در خودش داره. استاد ملا خان خالقی معتقدن که دشتی آواز کوهپایه ایران است و خیلی از اقوام مختلف ایران از دشتی بهره بردن، ولی واقعیت اینه که امروزه مردمان اهالی شمال ایران، گیلان و مازندران در اجرای آواز دشتی تبحر خاصی دارن. دشتی رو یک آواز به اصطلاح روستایی مینامیدن در قدیم، ولی بعدها به خاطر حسابان زیبایی که درش وجود داشت شهر پسند شد و یواش یواش به ردیف دستگاهی موسیقی ایران اضافه شد. این که از کردم شمالی ها با تبحر خاصی مینوازند، انقدر در نواختن دشتی تبحر دارن و میتونن مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدن که دشتی رو شمالیزه کردن برای خودشون و اون رو به گیلکی تبدیل کردن، که امروز گیلکی رو ما به عنوان یک گوشه از گوشه‌های دشتی میشناسیم، که البته گیلکی که خود شمالی ها طبیعتاً اجرا میکنن خیلی فراتر و فنی‌تر از گیلکی است که ما به صورت مختصر در ردیف داریم. دشتی درجه پنجم دستگاه شور هست، یعنی شما وقتی که شاهد شورتون رو در هر قسمتی از ساز پیدا بکنید، مثلا شاهد تون ری باشه، شورتون ری باشه، شور دو باشه، سول باشه، شور لا باشه، هر چیزی که باشه، درجه پنجمش رو که محاسبه بکنید به شاهد دشتی رسید. کمان که درجه چهارم رو محاسبه کردیم و به ابوعطا رسیدیم، درجه‌اش هم گفتیم، گوشه‌هاش هم زدیم و بررسی کردیم، حال نوبت دشتی است. دشتی برای درجه پنجم شور سوار میشه و این که میخوام بگم فقط خاص دشتی است. هیچ دستگاه و یا آواز دیگری این خاصیت رو نداره، که چون دشتی یک آواز غم‌انگیز محسوب میشه، نوازنده یا خواننده میتونه برای اینکه اون حالت حزن و غم و اندوه رو بهتر بیان بکنه، یک لحظه متشاردش رو از حالت بکار به کرون تبدیل میکنه و دوباره برمیگردونه سر جای خودش. این کرون و بکار شدن نوت شاهد، یعنی این متغیر بودن نوت شاهد، بر اون حزن و غم بیشتر اضافه میکنه و میافزایه. در اصل آرزم خدمت شما که بعضی معتقدن که این که شاهد یعنی درجه پنجم شور کرون میشه، این از قدرت درجه چهار، یعنی معتقدن درجه چهار شور هستش که نوت شاهد دشتی رو رب پرده به سمت خودش میکشونه، که البته یک بحث خیلی مفصلی داره، اگر لازم شد بعدها با هم صحبت خواهیم کرد. دشتی که ما در کتاب و ساز و فنون شروع میکنیم به بررسی کردن، دشتی لا هستش، یعنی شاهدمون نوت لا است. پس میفهمیم که زایده شور ره، چرا؟ چون ره یک، می دو، فا سه، سول چهار، درجه پنجم میشه لا که شاهد دشتی. به همین دلیل کوکی که ما روی سازمون داریم الان سیم اول دو، سیم دوم سول، سیم سوم به حرمت اینکه دشتیمون لاست لا کوک کردیم که مدام لا رو به صورت واخوان داشته باشه، سیم چهارم به حرمت اینکه ما در شور ره هست ره کوک کرد. ما یک شاهد داریم در دشتی که درجه پنجم شوره، یک ایست داریم که قبلا روش به نوت ایست صحبت کردم، نوت ایست که میتوان موقت روی اون ایستاد و سپس ادامه داد. نوت ایست که اگر روی اون بیستید مخاطب اذیت نمیشه، ولی همچنان منتظره، چون نمیتونه با عنوان پایان بپذیره، یک ایستگاه موقته. پ
پس شاهد درجه پنج شوره، ایست درجه سوم یعنی فا، و خاتمه هم که دیگه طبیعتا روی مادر اتفاق میفته یعنی ر. جالبه که نوت ایست دشتی که درجه سوم شور هست یعنی فا، در دشتی که ما میزنیم البته فا، نه تنها نوت ایسته بلکه خیلی از نغمات آواز دشتی از همین نوت ایست حتی آغاز میشن. به عنوان مثال در همین درآمدی که الان میخوایم با هم شروع بکنیم، هم در قسمت شروع خود ملودی و هم در قسمت شروع کلام، هر دو از نوت ایست ملودی شروع میشه. این یکی از خاصیت های دشتی است که بیشتر گوشایمون شروع ملودیشون از روی نوت ایست اتفاق میفته. بیشتر از این صحبت نمی کنم، بقیه صحبت ها رو میذارم برای جلسات بعدی. روی گوشهای بعدی شروع میکنم، درآمد رو اجرا میکنم. از فای سی دوم شروع کردنشون ایزوفونون چون میتونه از شروع کنه، ضرورتی نداره، ولی ایشون اینجا گرفتن برای که انگوش گذاری راحت اتفاق بیفته. فا در اون مخاطب میگه دشتی که میشنوید دشتی لا است. همچنان به تاکید داره ادامه میده و اینجا اون اتفاق کروم شدن شاهد بیفته. ببینید دقیقه بفرمایید اینجا به کروم دقت کنید. کرون شد و در نهایت دوباره به کار برگشت. ناکنید اینجا یک تحریر داریم. سولا سی لا لا سولا سی لا لا سولا سی لا لا سولا سی لا همچنان روی لایستا دو سی سول به لا کرون یک دو پایین تر فا سولا کرون لا به کار میشه. موقت میسته کلام از همینجا شروع میشه. سینه از آتش دل رفتم جانانه بسوخت. پوزش میخوام از دوستان آوازخوان خوش صدا، معذرت میخوام، من فقط میخونم جهت آموزش وگرنه خواننده نیستم و صدای من پر از ایراده. سینه از آتش دل، ببینید تکیه روی لا رو، در غم جانانه بسوخت. یک تحریر داریم دو سی سی نا لا، این که مربوط خواننده است. ببینید در این تحریری داره به سمت بالا میره، اینجا لا به کاره، سپس لا کرو میشه. دو سی سی نا لا سی نا لا سو سو لا کرو، دوباره در قسمت بالا نورده صدا لا به حالت به کار برمیگرده. ببینید چقدر لا تحریر داره. ببینید کرو دوباره به کار شد، پس میشه Thank you.
شعر شروع میشه. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. از اینکه به من کمک میکنید این ویدیوها رو منتشر میکنید تا برسه به دست افرادی که از کلاس اخر ندارم، ازتون متشکرم. یک سوال دارم. زیباترین تصنیفی که در آواز دشتی شنیدید کدام تصنیفه؟ لطفا کامنت کنید. متشکرم.